To fully appreciate this wonder of the world, you need a brief understanding of the history. چاره ای نداریم جز اینکه در برابر این همه زیبایی، خلاقیت و عظمت هنری سر تعظیم فرود بیاریم. تاریخ پرتلاطم ایران باستان که حوزه جغرافیایی بسیار پهناوری از جهان اون روزگار رو در بر می گرفت، 800 سال قبل از میلاد مسیح با ظهور دولت مقتدر مادها در قسمت شمال و غرب فلات قاره ایران آغاز شد. He treated his enemies with the generosity and tolerance remarkable of the time. بزرگترین و باشکوه ترین اثر موجود در تخت جمشید کاخ بارعام داریوش یا کاخ آپاداناست که ساخت آن در زمان داریوش آغاز و در زمان خشایارشا پایان یافت. در این کاخ شاه نمایندگانی از اقوام و ملل مختلف را برای بارعام نوروزی به حضور میپذیرفت. این کاخ مشتمل است بر یک تالار چهارگوش مرکزی با 36 ستون و 3 ایوان هر یک با 12 ستون، 4 برج در چهارگوشه بیرونی تالار و یک رشته اتاقهای نگهبانی در جنوب. سطح این کاخ حدود 3 متر از کف صفه آپادانا و کف دروازه ملل بلندتر ساخته شده و در بیشتر قسمتها متکی بر سنگ تنه کوه است. ورودی این کاخ دو پلکان دو طرفی منتهی به دو ایوان شمالی و شرقی است که دیوارهای این پلکانها و پیشبست آنها آراسته به نقش برجسته‌ها و کتیبه‌های باشکوهی است. از 72 ستونی که روزی سقف آپادانا و ایوانهایش را برپا می داشت، امروز تنها 14 ستون برپاست. گلها گذشته از خرمی و خوشبویی که لازمه ی هر کوشک شاهی بوده، خاصیت دیگری هم داشتند و احتمالاً 12 پر بودن آنها نشانه 12 ماه سال و نوارهای تزئین شده به صفی از آنها به نشانه پایداری در سالهای سال و به عبارت دیگر خوشبختی و برکتی طولانی شمرده می شده است.